گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی، از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شمی. بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته در خصوص یکی دیگر از مهلکات که خیلی باید جانب اون مسئله را مراقبت کرد و مبتلای به اون نشود، به عنوان ریا در برابر اخلاص عرض کردیم. در اون جلسه صحبت کردیم و بنا شد که در این جلسه دوم هم به بعضی از ریزکاری ها که لازم است دانستنش در خصوص ریا اشاره بکنیم. در این صحبت من در مرحله اول به اقسام یا بفرمایید که صور و اون صورتهای مختلف ریا در یک تقسیم بندی کلی اشاره میکنم و بعد اصل مسئله که لازم است برای ما دانستنش که مسئله فاسد کردن ریا عمل را در اثنا یا بعد از عمل به اون میپردازم. اول صوری از ریا را که به چند صورت میتوانیم داشته باشیم در تقسیم بندی کلی البته به اونها اشاره میکنیم. ریا در عمل، ریا در عبادات تقسیم میشود به حسابی، البته به نظری تقسیم میشود به چهار صورت در تقسیم بندی کلی عرض کردم. ریزکاری ها را نمیشود در صحبت دیگه به ضابطه و به قاعده تحتی که قاعده و ضابطه مشخصی آورد. اصلا اصولا مکرر گفتم ریزکاری ها در مقام عمل بیشتر روشن است برای اون کسی که واقعا مجاهدت جدی و مخلصانه دارد. در تقسیم بندی کلی اقسام ریا را میشود به چهار صورت تقسیم کرد. صورت اول این است که اصلا انسان عملی که انجام میدهد، عبادتی که انجام میدهد، حالا هر عملی باشد به عنوان عبادت، به ظاهر مثلا عبادت هست، در این عمل نیت کلن ریا باشد. کلن یعنی اصلا مقصود همون ریاست، یعنی نشان دادن به مردم و مقاصد دیگه است. صورت عمل صورت خوبی است، جسد عمل جسد عبودی است، اما نیت کلن ریاست. هیچ قصد تقرب، قصد حصول ثواب و اجر و رضوان حق، اینا هیچ کدامش به هیچ وجهی مطرح نیست، فقط منظور ریاست. این از اون صورت، یعنی صورت بدتر و مهلکتر ریا همین است که دیگه این روشن است که در این صورت هیچ انسان عملی ندارد. عملی را که انجام میدهد قصدش فقط ریاست، تنها هیچ قصد تقرب اینها در نظر نیست. خب پیداست که اینجا این عمل هیچ ارزشی ندارد که هیچ، بلکه چون جنبه استهزا دارد خودش عقاب جداگانه هم دارد. یعنی عمل که عمل حساب نمی شود، عقاب و آتش و عذاب هم دارد. این یک صورت است. مثلا فرض فرماد که من بلند می شدم یه نماز شبی می خوانم، اما هیچ وقت نظرم اصلا قصد تقرب نیست، فقط منظور ارائه بوده و سلام. ببین معلومه چی بدترین صورت یا فاحش‌ترین یا روشن‌ترین یا شدیدترین صورت ریاست. صورت دوم این است که ریاکار مرائی در عملی که انجام می‌دهد اصل نظرش ریاست، اونی که مهم است ریاست، اما اجمالاً قصد ثواب و تقرب هم می‌کند، به این معنا که زمینه پیش آمده برای اینکه خودش را اینچنین و آنچنان نشان بدهد، عملی را، عبادتی را انجام می‌دهد و منظورش ریاست. الا اینکه حالا چون زمینه مساعد است، خب حالا اینجا جای ارائه هم هست، نشان دادن خوبی هم هست، حالا چی بهتر که جمع بکنیم، هم اینا ببینن که ما این کار را انجام می‌دهیم و هم ضمناً ثوابی هم بکنیم. بعضی‌ها اینطور می‌کنن. این صورت دوم از ریاست، اما مهم همون قصد ریاست و قصد ثواب و تقرب تقریبا به صورت ضعیف و جنبی است. اصلش قصد ریاست، تقربم دار قصد می کند ولی به صورت جنبی و ضعیف.
این صورت دوم هم مانند صورت اول یک خورده از صورت اول پایین تر است. این هم اینجا باز عملی مطرح نیست و باز عقاب هم دارد، یعنی عبادتی مطرح نیست، عقاب هم دارد. صورت سوم از صورت های چهارگانه در این تقسیم بندی پولی که عرض میکنیم این است که انسان اون مرای عملی را که انجام میدهد نصف به نصف دست دارد، یعنی حالا زمینه پیش آمده اینم خب خوشش میاد مثلا نماز شبی عبادتی یا هر عبادتی دیگه انجام بدهد، اما خب به تنهایی اگر ریا نباشد این کار را انجام نمیدهد، ولی وقتی جنبی ریا چسبید اون مثلا ریا هم پیش آمد از طرفی خوشش هم میامد که این کار را انجام بدهد، در واقع هم قصد ریا هم قصد ثواب هر دو تقرب هر دو را دارد و مساوی هم هستند، به این معنا که هر کدوم به تنهایی این شخص را مبعوث نمی کرد به سوی عمل، اما این دو وقتی به هم به اصطلاح ارتباط پیدا کردند و با هم شدند مسئله ریا و تقرب بلند می شود و کار را انجام می دهد. اینم صورت سوم است، باز عمل باطل است، عقاب هم و به اصطلاح اون جنبه ریاش عقاب هم دارد و عذاب هم دارد، عملی هم در بین مطرح نیست. صورت چهارم که این صورت چهارم را خیلی ها مبتلا هستند و بعضی ها البته از اون خیلی ها هم فکر می کنند که این اشکال ندارد، این صورت چهارم این است که اون سه تا که مبتلا عمل است مسلمن و عقاب هم دارد، صورت چهارم این است که مرائی در عملی که انجام می دهد، مرائی منظورمون شخصی را که ریا می کند میگیم مرائی، مرائی عبادت و عملی را که انجام می دهد اصل قصدش همون تقرب است، اصل قصدش همون ثواب است و تقرب به خدا و امتثال امر است و رضوان حق است. کسی هم اگر نمی دید نمی دانست خوب دقت کنید عمل را انجام می داد، ببینن نبینن بدانن ندانند این کار را انجام می دهد. مانند خیلی ها گفتن مثلا نماز واجب را خیلی ها هستن کسی می خوانند، کسی بداند یا نداند، کسی مطلع باشد نباشد، یعنی اصل دائی بر عمل این است که میخواد تقرب داشته باشد، اوامر خدا را اطاعت کن، رضوان را طالب است، اصلش اینه، ببینند و نبینند عمل میکنه، الا اینکه در بعضی مراحل و شرایط که پیش میاد زمینه است که کسان میدانند خواهند دید میبینند اونجا نشاط بیشتر پیدا میکند برای عمل، یعنی اینو انجام میداد، حالا میدیدن یا نمیدیدند، اما حالا که یه زمینه خوبی است کسانی هم میبینند بنا هم بود اینو عمل بکند و رو نمیدیدند، ولی حالا که میبینند یه خورده با نشاط با قوت بیشتر با ذوق بالاتر عمل را انجام میدهد. در واقع ریا هست اما ضعیف هست، اصل دایه بر عمل همون قصد تقرب است اما آمیخته به ریا هم هست و ریا ضعیف هم هست، اون یکی قوی است قصد تقرب. اینجا هم اینجاست که بعضی حتی از علما خیلی کم خواستن بگن که اینجا اشکال ندارد، اون ریا به این معنا اشکال ندارد مبطل عمل نیست، چون این آقا این مرائی این عمل را انجام خواهد داد ببینند و نبینند، اما این چرا در یه زمینه افتاد یه نشاط بیشتری یعنی ریای آمیخته شد، این مبطل اصل عمل نیست، اصل عملش به جای خود محفوظ و برای این عرض کنم که نشاط بیشتر پیدا. بعضی ها خیلی کم از آیان علما خواستن بگن که این برای اون جنبه ریای ضعیفش عذاب می شود ولی عملش درست، اما اکثر علما و حق هم همین است که این صورت هم که صورت چهارم است باز مبطل عمل از اصلش هست، عقاب هم در برابر اون ریا دارد، یعنی وقتی کسی نماز مثلا فرض کنید صبحش را همیشه میخواند نماز واجب صبحش را، اما حالا هر روز میخواند، حالا یه زمینه است که مثلا در یه شرایط افتاده بلند میشه باز نماز را، اما خب چون میبینن یه خورده با نشاط میخواد خب حالا میبینن که ما هم نماز میخوانیم، این حالا میبینن یعنی اصلشمون عمل، ولی این حالا میبینن یه خورده نشاط بیشتر پیدا کرد به قلبش غیر خدا وارد شد در عمل، غیر خدا شریک شد، شرک پیش آمد، اینجا همون شرک در عبادت که هفته گذشته شرک کردیم و روایاتی داشتیم که اون روایات به صورت خیلی صریح دلالت میکند بر اینکه در هر عملی به هر نحوی غیر خدا شرکت پیدا کرد دیگه باطل است.
فلذا اکثر علما نظرشون، یعنی میشود گفت قریب به اتفاق، نظرشون به این است که این ریا که صورت ضعیفتر ریاست و خیلی ها به این مبتلا میشوند هم مبتل اصل عمل هست و عقاب هم دارد، یعنی در واقع نماز نخوند. حالا برای اینکه این یه مدر مبتلابه هست برای خیلی ها که از نظر روایات هم روشن بشود برای ما، من به یکی دو روایت در این زمینه اشاره میکنم، شما هم بعد روی این دو روایتی که من اشاره میکنم، روایات دیگری هم غیر از اینها داریم، بعد انشاءالله به دقت و تأمل میپردازید. و روی همین حساب هم اگر ما بخواهیم از ریا خلاص بشویم خیلی سخت میشود، یعنی انسان واقعا در همه اعمالش خلوت و جلوت براش یکی باشد، هیچ تحولی در وجودش پیش نیاد، کسی ببیند نبیند، بداند نداند، در مرعا و منظر باشد نباشد، بعد بدانند قبل بدانند این عمل بدانند، هیچ براش تفاوتی نکند، اصلا نشاطی درش بیشتر پیدا نشود، نفس شلوغ نکند، این خیلی مشکل می شود. اگر این صورت چهارم که دیگه عرض کردم قریب اتفاق، علما معتقدند که اصلا روایات صریح بر این است که این صورت هم مبتلا عمل هست. و این وقت حالا نمیدونم شما چه جور هستید، ولی من که برمیگردم به سوی خودم میبینم که قضیه شلوغ میشه، انسان یک دفعه به قول معروف دست و پاشو دراز بکنه که آماده به جهنم بشه، از اینکه بهتر از همه این صحبت ها و شنیدن ها و گفتن ها هم میشود، یعنی بهتر هست اینطور باشد، خیلی سخت میشه. پس به این دو روایت دقت میکنیم. روایت اول را از اصول کافی جلد سوم باب ریا حدیث هشتم از علی سلام الله علیه قال امیرالمؤمنین علیه السلام، علی سلام الله علیه فرمود ثلاث و علامات للمرائی. این بیان علی سلام الله علیه خوب نشان میده همین صورت چهارم را که الان گفتیم. میفرماید که سه علامت برای مرائی هست، اون علامت ها را بیان میکنه، سه علامت، ثلاث علامات للمرائی، ینشت ازار الناس و یک سل ازار کان وحده. علامت اولین است برای مرائی، یعنی کسی که مرض ریا درش هست، علی میفرماید سلام الله علیه این سه علامت را دارد، ینشت و ازار الناس، نشاط پیدا میکند در عمل وقتی کسی میبیند، نشاط پیدا میکند، یعنی عمل را خودش انجام میدهد، اما وقتی کسی میبیند چی میشود؟ با نشاط میشود، با ذوق انجام میدهد. این یک علامت، همون صورت چهارم که اشاره کردیم به اونجا تطبیق میکنه. ینشط اذا را الناس، نشاط دارد وقتی مردم میبیند، و یک سل اذا کان وحده، اما به تنهایی که هست اون وقت یه خورده با کسالت فر میکنه، کسی ببیند نبیند، اونجا با نشاط، اینجا با کسالت انجام میدهد، علی اونجا با نشاط، اینجا با کسالت. و علامت سوم این است که و یحب ان یحمد فی جمیع اموره. یکی از علامت سوم از علامات مرائی این است که مرائی همیشه خوشش میاد در همه کارهاش او را تعریف بکنند. السلام، حالا شما ببینید که این صورت چیز مسئله سوم، علامت سوم را هم در خودتون دارید یا نه. و یحب ان یحمد فی جمیع اموره، دلش میخواد در همه امور را تعریف بکنن، در همه کارهاش، این از علامت ریا و آدم های مرائی است. خب این یک روایت. روایت دوم باز از اصول کافی جلد سوم باب ریا حدیث نهم، اصول کافی جلد سوم باب ریا حدیث نهم از امام صادق علیه السلام است که یقول، میفرمود امام صادق قال الله عز و جل، من سندهاشو نمیخوانم، معمولا در روایات قبل نوز کردم به صورت خلاصه، قال الله عز و جل، خدا فرموده انا خیر و شریکن، من اون دفعه این روایت رو نخوندم اگه یادتون باشد، ولی مضمونشو به اشاره گفتم، ولی الان در اینجا در این بحثمون چون شاهد قضیه است خود روایت را میخوانم. خدا میفرماید، امام صادق میفرماید، خدا میفرماید من بهترین شریک هستم، من اشرک معی غیری، هر کس در عملی با من غیر من را شریک بکند، فی عمل عمله، در عملی که عمل میکند، لم اقبله، من اون عمل را قبول نمیکنم، الا ما کان لی خالصا، مگر اون چه برای من خالص باشد. خب در این صورت چهارم که عرض کردیم غیر خدا بالاخره به نهی و روز ضعیف باشد شریک در عمل است، شرک در عبادت پیش میاد و قهرن خدا اون را به مضمون این روایت هم قبول نمیکند. این چهار قسم از اقسام ریا بود. حالا از این مسئله که شمردیم و فارغ شدیم میرسیم به موضوعی که من زیاد نظر داشتم در این جلسه اون برای اون عنوان بکنیم، بدانیم مسئله به اصطلاح سرور
مسرور شدن با دانستن مردم، انسان کسی ببیند عمل انسان را یا بداند، در موقع عمل ببیند یعنی عبادت، در موقع اثناء عبادت ببیند کسی یا بعداً بداند کسی، معمولاً این جور مرضی یعنی یا گرفتاری البته هست، حواس دیگه در انسان هست که بعضی ها یا خیلی ها که وقتی عبادتی را انجام می دهد در اثناء عبادت کسی می بیند یا بعداً کسی می شنود و باخبر می شود، به بی نهری باخبر می شود، از دانستن افراد، از اطلاع دیگران بر عباداتش سروری در قلبش حاصل، خوش می شود، مسرور می شود، کیف می کند، بسیار لذت می برد، خوش می شود، همین سرور. این البته خوب در باب ریاست دیگه، این از جلوات ریاست. این مسئله چیزی که خیلی مبتلا به هست و همون صورت‌های از این مسئله چون ریاست، من این را تا حدودی که می شود در بیان بیاد تحلیل می کنم، شما هم انشاءالله دقت می فرماید که روشن بشویم و به اذن الله و به مشیت حق مراعات بکنیم و بیشترم از خدا بخوام که ما را روشن‌تر بکنه. مسئله سرور با اطلاع ناس مردم بر عبادت در اثناء عبادت یا بعد از عبادت، ببینیم آیا این که خب به نظر میاد ریاست و خیلی صورتش هم ریا هم هست، چه شکلی دارد، در کجاها مبتلا است، کجاها عمل انسان را حبط می کند، ضایع می کند و در چه صورتهای اشکال ندارد. شروع بر عبادت، من شروع بر عبادت کردم، حالا به این صورت شروع بر نماز کردم، شروع بر هر عبادت دیگری برای خدا هم شروع کردم، اصلا نظری نداشتم در هنگام شروع، در اصل نیتم فقط خداست، مخلصانه برای خدا شروع کردم و بعد در اثناء عمل، دقت کنید، در اثناء عمل که من شروع به مثلا نماز شب کردم برای خدا هم شروع کردم، حالا در وسط عمل کسی وارد شد، بالاخره دانست، یک کسانی وارد شدند، کسانی آمدند و دیدند، یک کسانی دانستند، به نحوی در اثناء عمل کسی وارد شد، اینجا من با ورود این کس سروری در قلبم ایجاد شد، در اثناء عمل مخلصانه شروع کردیم و چیزم نکردیم، تمام هم نکردیم عمل را در اثناء عمل. خب این سروری که ما قلبمون مسرور شد، اینا صورت‌های مختلفی داره، اثناء عمل را بحث می‌کنم، بعد از عمل را بعد از می‌کنم. در اثناء عمل من خوش شدم از اینکه دیدند، اگر خوش نشدم یه خب خوشا به حالم، یعنی اگر کسی هستم که اصلا از این مسائل مجردم، از اینکه ببینن نبینن تعریف بکنن، اصلا تجریدی مثلا برای خودم تحصیل کردم، از خوب و بد گفتن مردم، از کوچک و بزرگ دیدن مردم، از تعریف و تکذیب مردم، از این وادی ها گذشتم، خب اونا که گذشتن از این وادی ها آزادن به اصطلاح از تعریف و تکذیب مردم، این آزادها رو نمیگیم، اونا که آزاد نیستند، هنوز در مهلکه های هوا و قوتور هستند، اونها اینجور میشوندی. سروری که در قلب من حاصل شد، این سرور یک دفعه این است که حالا من وسط کارستی یه وسط نماز شب است، این سرور که شما آمده دیدید، سروری که در قلبم خوش شدم از دیدن شما، اگر بیشتر باعث بر عمل شد و نشاط زیادی در من ایجاد کرد، دقت میکنید بیشتر نه، باعث صورت اولش اینه، باعث نشد اصلا، باعث بر عمل نشد، یعنی نشاط دیگرم ایجاد نکرد، همینقدر من مسرور شدم شما دیدید، اما عمل را به همون نحوی که خودم اگر نمی دیدید انجام می دادم، همونطور انجام دادم عمل را، فقط یک سروری بود و گذشت تمام شد و من عمل را به همون شکلی که بنا بود انجام بدهم، اگر نمی دیدید هم انجام می دادم، به همون شکل انجام دادم تا آخر رسانیدم این سرور من. حالا در اینجا ببینیم آیا به چه صورت سرور، سرور اگر برای این است که دو صورت دارد، دقیقا اینا پیچ خماش زیاده، دو صورت دارد، یک صورتش اصلا خوب است، شما آمدید دید من نماز میخوانم و من هم
هیچ برای من اثری نذاشت، فقط مسرور شدم. برای چی مسرور شدم؟ برای مسرور شدم که خوش و شما دیگه شما هم یه خورده به خودتون میایید، ترجمه کنید، شما هم یه خورده از غفلت بیدار میشوید. این نه تنها مضر نیست، چیه؟ خیلی خوب هم هست. مثلا کسی در منزلش نماز میخواند، فرضاً از مثلا عیالش یا از بچه هاش یا از کسی از اعضا خانواده فرزن در اون ساعت بلند شد و دید مثلا نماز شب میخواند و مسرور شد از دیدن اینها، اما مسرور شدنش به این شکل خوب شد اینها هم یه خورده بلکه به خودشون بیاند، این نه تنها مضر نیست بلکه چیه؟ خودش به جای خودش ثواب هم هست. یعنی من مسرور میشم خوب شد این فرد عضو خانواده دید و اینکه در غفلت هست و همش میخوابد و به اصلا مانند جیفت شبها از اون طرف میفتد و از این طرف هم بیدار میشود، خوب شد که اینم یه خورده به خودش بیاد. عرض کنم که این اشکال ندارد. صورت دوم سرور این است که نه، من تفاوتی در عملم هیچ نشد، اما با دیدن شما من مسرور شدم که خوب شد. حالا شما فردا میروید میگوید که من شب غفلتن وارد شدم فلان نماز شب میخوند، بالاخره اینجا و اونجا تعریف میکنید، فقط همون ذهنم میگید که این از متحجدین در لیل هست و بالاخره اینجا و اونجا در قلوب مردم همین خطور ده. این موقع گفتن زیاد میشه، موقع که در قلب خطور میکنه برقاسا خطور میکنه تمام میشه، موقع گفتن خیلی دیر تمام میشه. همین که میروید میگید سرور به این معنا، اما دیگه فقط سرور است به این معنا و در عمل هیچ نقشی ندارد. من عمل را به همون شکل با همون کیفیت که بنا بود انجام میدادم انجام میدم، دیگه در کم و کیفش اضافه نمی کنم بر اون نماز شبم، با برنامه خودم انجام میدم، برای خودم انجام میدم. فقط این سرور در وسط حاصلش یک بالا خوش اینجا اونجا میگد، مخصوصا اگر انسان یه تهمت هایی هم در اجتماع بهش متوجه باشد اینجا دیگه بیشتر مسرور میشود، بیشتر مسرور میشود که خوب شد. حالا این که بعضی ها ما را کافر میدانستند خوب شد که اینا هم حل میشود. خب این هم مبتلا عمل هست، هیچ چی نشد، فقط یه سروری شد، اینم مبتلا عمل هست و سروریست در اثنا. اگر اینو چاره جویی نکرد در اثنا، یعنی در واقع این مرض را در وجودش معالجه نکرد، این هم مبتلا عمل هست، برای اینکه نمازش شد برای خدا و برای چی؟ برای غیر خدا. یعنی این داخل در نیت شد، ولو در اثنا اول برای خدا شروع کرده بود، در اثنا پیش آمد، اما شد جزء نیت، جزء نیت شد. همونی که الان در اقسام چهارگانه میخوندم از اون قسم چندم میشه؟ از اون قسم همون آخر که چهارم به اصطلاح، از اون قسم چهارم میشه. اینم مبتلا عمل است. حالا شما ببینید که نماز شبی بخوانید در دل شب نیمه شب کسی دفعتن وارد بشود هیچ تکان نخورید، میشود ها، انشاءالله شما اینطور هستید. من نمیدارم، من خودم خیلی بد هستم از این بابته، ولی فکر میکنم که همه این گرفتاری ها را دارند، اما کافر همه را به کیشه خود پنداره، نمیدونم از این بابته، ولی اینجور باشد ولی مسلمن مبتله ها، مسلمن مبتله چه باید کرد. اینم یک صورت، سرور در اثناء عمل. صورت دیگر چیه؟ صورت دیگر سرور در اثناء عمل اینه که شما نماز شب میخوندید کسی وارد شد، اصلا به طور کلی وضع شما تفاوت کرد، یعنی دیگه نماز شب را چربترم کردید و یه خود با نشاط بیشترم خوندید و سرورم پیدا کردید. اینجا دیگه نورون علا نور، اونجا دیگه خیلی روشنه. این از این سه صورت دیگه خارج نیست تقریبا در تصویر که از کرد. نماز شب مثال بود، در هر کار شما میتوانید اینجور تطبیق بکنید، فقط در صورتی در اثناء عمل، تکرار میکنم، در صورتی در اثناء عمل با دیدن مردم سروری که در باطن انسان ایجاد میشود، این سرور مبتل عمل نیست، که سرور فقط از این نظر باشد که خوب شد الحمدلله دیدند و این غافل ها هم به خودشون میاند. این سرور به این شکلش البته نه تنها مبتل نیست، خوب هم هست. بنابراین عمل را برای خدا شروع کردن تنها کافی نیست، اگر در اثنا سروری و غیر خدای خلاص داخل قلب شد دیگه عمل رفت به اونجا که باید برود، میشه که از اول برای خدا و غیر خدا شروع کرده بود، اثنا آمد برد به همون صورت اول. خب این هم این حالا صورت تصویری که در سرور در وسط عمل با اطلاع مردم در قلب انسان
ایجاد می شود. Oh.